בשם השם נעשה ונצליח ובוקר טוב לכל המאזינים שלנו ובכל הקבוצות וטלוויזיונים שמזעקים תורה ברבים תהילים להיום יום שלישי בשבת קודש כף וו 26 באלול תו שין פי גימל מזמור פי בית 82 אדוני שפתי תפתח חופי יגיד תהילת חוף מזמור לאסף אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט עד מתי תשפטו עוול ופני רשעים תישאו סלע שפטו דל ויתום אני ורש הסתיקו פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו לא ידעו ולא יבינו בהשכה יתהלכו ימותו כל מוסדי ארץ אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו קומה אלוהים שופטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים והלכות יומית אל תקרא הליכות אלא הלכות הלכות ראש השנה, מנהגים רבים ויפים יש לקהילות השונות, הן בפיוטים ובלחנים בביתי כנסת, והן בענייני הבית והמשפחה במאכלים ובלבוש, וחובה על כל קהילה להמשיך במנהג בית האבות לקיים ועל תיטוש תורת אמך. בסעודות שני הלילות של ראש השנה נוהגו בכל הקהילות לאכול דברים המרמזים לסימנתו כגון דברים מתוקים ומצד שני להימנע מאכילת דברים שמרמזים לרע כגון דברים חמוסים לפני הברכה על כל מין ומין נוהגים לומר נוסח יהי רצון מיוחד כנתפס במחזורים יש נוהגים לאכול אותם לפני נטילת ידיים לסעודה אבל הנכון יותר לברך עליהם אחרי המוציא כדי לצאת ידי חובת כל הדעות ותוכניתנו בפרסית صبح خیر شنوندگان عزیزمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تورا تعلیم امروز شبات کودش 26 ایلول 5783 مزمور 82 که در ابتدای برنامه قرار شد این اکلا خود روزانه ال تکری علی خود ال علا خود علا خود روششانا مینهاگا و رسم و رسوم بسیار زیبایی و خوبی هست در بین جمعیت‌های انواع و اقسام یهودیان دنیا و همچنین در خونه‌ها و فامیل‌ها چه در خوراک‌ها چه در لباس‌ها اما هر کسی واجبه که همون طوری که خانواده پدر جدش انجام می‌دادن همون هم انجام برای که نوشته است و از تیتوش تورات ایمه‌ها یعنی امر و دستور و طرز رفتار و طریقه زندگی خون مادرت را ترک مکن در شب دوم در سعوداها در هر دو شب در سعوداهای روششانا رسم بر این است که چیزایی میخوریم البته به سیمانتو باشه برای نشانه خوبی باشه مثل مواد شیرین چیزایی که شیرین است و از طرف دیگه از خوردن چیزایی که رمز بر بدی دارن امتناع میکنیم مثلا خموسیم ترشیجات قبل از برخای هر نوع و نوع برخایی را که داریم یه راستان مخصوص خودش را داره که در سیدورا هست و رسم بر این است که بعضی ها نتیلت یاد این قبل از که نتیلا بگیرن برای سعودا میخونیم برخا را میگن ولی بهتر این است که نتیلا را بگیرن خموسی هم را بگن بعدا شروع بکنن به این برخاها و اما برنامه امروزمون به ابتدا تفسیر اتشعر راسون شانه توبا ختیمه توبا تفسیر عقیدت اسحاق مربوط به روز اول روش هشانه اتشعر راسون دهیم پاتیم یوم یک پایل شدیم آن ناز خورناری به یوم و خیر او که ادوانه کرد و همید به میر خدایا وقت اون رسیده است که دروازه های رحمتت را باز کنیم ما هم در این روز روش شانا دست های من را به درگاه تو دراز کرده ایم تمنا و امید من این که
گناهان من را ببخشی و همه ما را به سفر خواهیم توبیم بنویسیم به حق اون پدری که قرار است قربانی کند و اون فرزندی که قرار است قربانی شود. خداوند ابراهام آوینو را ده مرتبه امتحان کرد و آخرین آن همانا بود که به او فرمود اون فرزند یگانه و نازنینت همان که جانت به جان او بستگی دارد همان که از سارا برای تو زاییدم بر سر اون کویی که با تو هم وعده می شوم برای من قربانی بیاور. ابراهام با متانت با سارا گفت میدانی که این کودک به سنی رسیده است که باید تحصیل کند و میدانم که تمام آمال و آرزوی تو این کودک است. اجازه بده تا او را به دارالعلم شم به نوح ببرم تا در اونجا تحصیل کند. سارا در جواب گفت هر طور سلامی دانیم ولی تمنای این که او را راه دور و دراز نبریم که من طاقت فراغ او را ندارم. و ابراهام به او گفت به خدای بزرگوار پناه ببر. ابراهام صبح سحر بیدار شد و دو نوکرش الیزر و ایشمائل را با خود گرفت و اون کودک را از خواب خوش بیدار کرد و براه شد. پس از سه روز طی طریق ابراهام نوری را بالای کوه موریا بدید ایستاد و درک نمود که این همان محل میادگاه است. با دو نوکرش گفت آیا شما روشنایی بر سر اون کو میبینید؟ گفتند ما چیزی نمیبینیم به جز تاریکی. ابراهام گفت شما قومی نالایق هستید همینجا بنشینید تا من و این کودک بر سر اون کو برویم نماز گذاریم و برگردیم. هر دو به راه ادامه دادن عیسی از روی کنج کاوی از پدر پرسید پدر یک چیز را امروز تعجب می کنم که کارد و آتش و ایزوم را برای قربانی آوردی پس کون برهی که قرار است قربانی شود. پدر برای اینکه فرزندش مضطرب نشود به او گفت به خدا پناه ببر او خدایی است که قادر است در این دشت بره قربانی برای ما مهیا کند و فرزندم شاید یکی از ما مقرب باشیم تا به درگاه او قربانی شویم. تو هم خودت را آماده کن که شاید اون بر قربانی تو باشی. در این دم ملاخیم به درگاه خدا به تضرع نشستند که مگر می شود پدری فرزند خود را قربانی کند و اگر
چنین شود پس تکلیف یعقوب چه می شود؟ ای کسانی که امیدتان به درگاه خدا است، همواره به او مطمئن باشید. هر دو می رفتند و کار قربانی را آماده می کردند، هر دو گریان ولی در دل خوشحال بودند. ابراهام گریان به خاطر اینکه یگانه فرزندش را از دست می دهد و جواب سارا چه دهد، ولی در دل خوشحال از اینکه اسحاق از قربانی شدن سرپیچی نمی کند. اسحاق از چشم گریان به خاطر مادر پیر و ناتوانش که بعد از فقدان او چه خواهد کرد، ولی در دل خوشحال از این که مقرب بود است تا به درگاه خدا قربانی شود. ابراهام دست و پای اسحاق را محکم ببست و او را بالای قربانگاه نهاد. اسحاق چنین زمزمه می کرد: ای کسانی که حدیث مرا می شنوید، به مادرم بگویید دیگر اون خرمی و دلخوشیش به آخر رسید، اون فرزندی که بعد از 90 سال بزایید تا دقایقی دیگر بدنش می سوزد و خاکستر می شود. تمنا این که به مادرم آرام اطلاع دهید که اون طاقت سوختن مرا ندارد و نگذارید مادرم گریه و زاری بسیار کند که این برای من درد آورد. ابراهام از اسحاق پرسید: آیا این دم آخر خواسته ای داری؟ اسحاق در جواب گفت: پدر، هیچ آرزویی در دل ندارم، ولی یک گله و چند خواهش از تو دارم. گلم این که چرا وقتی مرا از خانه بیرون می آوردی به من نگفتی مرا برای قربانی می بری تا من برای آخرین مرتبه روی مادرم را ببوسم و با او ودا کنم؟ چون مادرم تا شب مرا نمی بوسید و نمی بویید، به خواب نمی رفت. و اما اولین خواهشم این که دست و پای مرا محکم ببندید که مبادا در حال جان دادن دست یا پایم به شما برخورد کند و موجب بی احترامی شود. و دومین خواهشم این که در موقع شخیطا کردن من کاملا استقامت کنی، مرا مبادا ناتمام و نیمه کار بگذاری که من به آره یسورین جان خواهم داد. و سومین خواهشم این که تا سوختن آخرین تیکه های استخوان و رگ و پوست من بالای سر من بمانی، زیرا می ترسم مبادا تیکه های از استخوان من به بیرون از این قربانگاه پرتاب شود و در این بیابان بی قورا و سرگردان بماند. و اما آخرین خواهشم این که قدری از باقی مانده خاکسترم را برای مادرم ببری
و با او بگویی که این را به جای فرزند دلبندت ببوی، زیرا مادرم تا شب مرا نمی بوسید و نمی بویید به خواب نمی رفت. در این دم ملاخی که به درگاه خدا به تضرع نشسته بودن ندا آمد که ای ابراهام پسندیده، مبادا به فرزندت آسیبی برسانی. قوچی برای تو آماده کردم، اون را گرفته و به جای فرزندت قربانی کن که قربانی این بره به جای فرزند تو به درگاه من قبول آید. ای خدایا، در این روز روششانا تمنا این که تمام گناهان من را ببخشی و همگی را به سفر خیم توبین بنویسی و تمام سربازان ما را موفق و معید بداری، تمام بیماران ما را شفای خیر عاجل عطا بفرمایی، به حق اون پدری که قربانی کرد و به حق اون فرزندی که قربانی شد او کد و نکد و همیز بیمیخ. تا اینجا برنامه امروز، همگی موفق باشین. صدای تو را، صدای جاویدان.